به نام الله عزوجلال و اکرام و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات الله متعالی. شکر سپاس میگم که بنده این توفیق رو داد تا بتونم در برنامه تلفن مستقیم در خدمت شما عزیزان بیننده باشم. ما در حقیقت داریم اوایل سال هجری رو آغاز میکنیم، یعنی اولین ماه سال هجری و ماه محرم. در واقع از الله متعال اینو خواهانم که به همه ما و شما توفیق بده که این سال برامون سال جدید در حقیقت سالی سرشار از خیر و برکت باشه و الله متعال ما رو به هر اون چه که خیر و صلاح دنیا و آخرتمون در اون توفیق بده و مسیر رو برامون هموار بکنه به هر اون چیزی که نفع و سود دنیا و آخرت ما در واقع در اونه. و شایسته است که در واقع انسان سال جدید رو که آغاز میکنه یک بازنگری تو حالا گذشته خودش، حالا در واقع سال گذشته بکنه و با یک انرژی جدید، با یک روحیه جدید، با یک در واقع عزم و اراده جدید سال جدید رو در واقع آغاز بکنه. اما در فرهنگ بگیم آخوندها و غلات شیعه و روافض در واقع که فرهنگی وارداتی هست و ربطی اصلا به دین ما ندارد، ربطی به مکتب اهل بیت ندارد، ربطی به عقیده و مرام و اونچه که اهل بیت به اون باور داشتن نداره، سال هجری با ماتم و بر سر و سینه زدن و زنجیر زدن و قمه زدن و آه و ناله کردن و نوحه خوانی و یادآوری مصیبت ها و در واقع هر آنچه که غم و مصیبت رو زنده میکنه و نه تنها اکتفا کردن به این بلکه حس انتقام جویی رو در حالا مردم ایجاد کردن و نکوهش کردن دیگران رو، تکفیر کردن دیگران به ویژه صحابه و نسل برتر این امت، بدگویی کردن از اونها، لعن و نفرین فرستادن بر اونها، فحش و بدگویی و در واقع در مورد اونها، در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایده و تفکری که تنها میخواد انرژی منفی، بغض و کینه، عقده و حس انتقام جویی و نفرت رو در واقع در وجودها بکاره. در حالی که دین ما، پیام دین ما در واقع نیومده که ما رو اینگونه بار بیاره، یعنی یک انسانی که سرشار از مانند یک حالا TNT یا بمب در واقع کوک شده، سرشار از حالا بگیم نیروهای منفی و حقد و کینه و منتظر این که این بمب در واقع منفجر بشه و این حقد و کینه رو روی دیگران خالی بکنه و از دیگران انتقام بگیره و هر آنچه که گفته می شود و بیان می شود در واقع خبر از انتقام داره ادبیات انتقام جویی رو مطرح میکنه و به دیگران منتقل میکنه. در حالی که ازان بیننده، ما زمانی که در قرآن کریم حتی نگاه میکنیم، در کتاب الهی الله متعال در واقع اصلا راه رو برای ما مشخص کرده، برای ما واضح کرده که یک مؤمن و یک مسلمان چگونه دیدی باید داشته باشه نسبت به تاریخ خودش، نسبت به گذشتگان و به وقایع و حوادثی که اتفاق میفته در واقع چگونه نگاه بکنه، چه دیدی داشته باشه. و اصلا دین ما رو از دید منفی داشتن و منفی نگری و توطئه در واقع توهم توطئه و متهم کردن دیگران و سوء ظن به دیگران داشتن منعمون کرده. در حالی که اونهایی که آخوندها و غلات شیعه و صفوی هایی که در واقع ادعای پیروی از اهل بیت رو دارند، ادعای این که یاران حسینن، ادعای این که محبان اهل بیت و حسینند و دارند، اصل و گذاشتن بر کینه و عداوت،
اصل و گذاشتن بر سوء ظن و متهم کردن دیگران در واقع، و تصویر بد نشون دادن از تاریخ امت، اصلا یک نگاه سیاه و تیره داشتن نسبت به تاریخ امت اسلامی، امتی که الله متعال اونو به عنوان خیر الامت معرفی کرده. در واقع کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای مردم اومدید، برای مردم در واقع برای جهانیان برانگیخته شدید. ما رو الله متعال خیر امت معرفی کرده و ما رو امت وسط معرفی کرده، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما امت میانه هستید. در واقع این امت ویژگی، یکی از ویژگی های بارز امت اسلام، میانه روی در همه چیزه، در نگاهش نسبت به وقایع، نسبت به حوادث، نسبت به اشخاص، در بعد عقیدتی، در بعد اخلاقی، در بعد عبادات، در بعد اقتصاد، در بعد سیاست، در همه ابعاد و بخش‌ها و زمینه‌ها. توازن و اعتدال یکی از ویژگی‌های این امت هست، نه افراد نه تفرید، نه غلو و تندروی، حالا در همه زمینه ها به ویژه در مورد اشخاص، در مورد بزرگان، در مورد انبیا، در مورد صحابه، در مورد صالحان و اولیا، و نه هم اونها را متهم کردن الیاذ بالله، نه دشمنی کردن با اونها، نه عداوت کردن با اونها. و الله متعال در کتاب خودش در واقع، چرا که متاسفانه مشکل بزرگ اینه که آخوندها و غلات شیعه پیروان رو و عوام شیعه رو تا جایی که میتونن از کتاب الله دورشون میکنن، تا جایی که میتونن سعی میکنن فاصله بندازن میان شیعیان با کتاب الهی، کتابی که در واقع چشمها رو روشن میکنه، کتابی که دیدها رو باز میکنه، کتابی که انحرافات فکری رو اصلاحش میکنه، کتابی که راه درست رو نشون میده، و در واقع راه میانه و راه وسط که روی کرد و روش و منش و در واقع منهج این امت رو به ما نشون میده. چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم رو غلو و غالیان و تندروان و افرادگرایان این همه در واقع سختگیری کردن، تا جایی که میفرماید هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، افرادگرایان هلاک شدن، افرادگرایان هلاک شدن، افرادگرایان هلاک میشن. یا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید امتهای قبل از شما را غلو هلاک کرد، غلو در انبیا، غلو در شخصیتهای دینی، در واقع که این غلو انحراف است، این در واقع انحراف در دین و انحراف در عقیده است و انحراف در توحید است، منجر میشه به انحراف در توحید. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت. اگر در حقیقت در زمان صحابه یا در تاریخ ما اختلاف نظرهایی به وجود اومده که در چه بسا فتنه هایی به وقوع پیوسته که پشت این فتنه های زان بیننده همیشه یهود و دشمنان این دین و جبهات مختلف بودن، یعنی یک عده قلیل خاص نبودن، جبهه های مختلفی که در واقع حقد و کینه نسبت به این امت داشتن، اونهایی که حالا در واقع قدرتشون و اون حالا مکانتی یا قدرت و سلطه‌ای که داشتن از بین رفت، چرا که بشریت و بندگان را به بردگی گرفته بودن با اومدن این دین. در واقع همون گونه که ربیع ابن عامر رضی الله تعالی عنه میفرماید زمانی که به دربار رستم میاد، زمانی که میپرسن هدف شما چی اصلا، شما چرا اومدی، چه رسالتی دارید، چی میخواید، و ربیع ابن عامر رضی الله تعالی عنه اون تربیت یافته مکتب نبوی صلی الله علیه وسلم که روح و عمق این دین رو درک کرده بود، در واقع اون نسلی که تربیت یافته قرآن بودن و مربی اونها و معلم اونها رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد
الى عبادت رب العباد. ما قومی هستیم که الله متعال ما رو مبعوث کرده تا بندگان رو از بندگی بندگان درشون بیاریم. در حقیقت اینها نیومدن، دین اومده که خل و زنجیرها رو رها کنه، دین اومده که یک انسان بندگی انسان دیگه رو نکنه. حالا این انسان به هر عنوانی باشه، یک سلطان باشه، یک حکومت باشه، حتی یک کسی باشه که اسم دین بر خودش بذاره، اما با استبدادش در واقع مردم رو به بردگی بگیره، حرف خودش رو وحی منزل بدونه و در واقع به مردم ظلم و ستم بکنه و مردم اجازه حق خواهی رو نداشته باشن، اجازه انتقاد رو نداشته باشن، اجازه اینو که بگن آقا شما داری اشتباه میکنی، این چیزهایی که میگه ربطی به دین نداره، ربطی به اهل بیت نداره، ربطی به ائمه نداره و این مخالفه با کتاب الهیه، مخالفه با سنت نبویه، مخالفه با راه و روش اهل بیته. در واقع زمانی که کسانی بخوان اونو برای حق برگردونند، در مقابل اونها وای میسته. در واقع انتقاد از خودش رو انتقاد از خدا قلم داد میکنه علیاذ بالله و اونو محاربه میدونه و حق طلبان و حق گویان رو سرکوبشون میکنه. بعد میگه من پیرو حسینم، بعد ادعای پیروی از حسین رو هم میکنه و اینو میگه که حسین در برابر ظلم و در برابر بی‌عدالتی برخواست و میخواست حرف حق رو بزنه و حسین رو شهیدش کردن. اما در واقع خودش زمانی که نوبت به خودش میرسه کسی حق انتقاد نداره، چون طرف نماینده امام هست و نائب امام هست و معصومیت تام دارد و هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده. یا اونی که به نام دین هر چیز رو به خورد مردم میده و در واقع هر کس اعتراض کرد یا گفت که آقا این اشتباه هست، در جا متهم میشه به القاب گوناگون و در جا در غل و زنجیر میشه و تو سیاه‌چال‌های حالا وزارت اطلاعات میفته و شکنجه و در واقع رفتاری که بدور از مرام و منهج اهل بیت هست. آیه کاوه بفرمایید از ایران. آیه کاوه سلام علیکم. و علیکم السلام. علیکم بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای اسماعیلی، بله، چرا پیامبر بعد از گذشت چندین سال رفت به کنار قبر مادرش آمنه و اونجا گریه کرده؟ آیا این کار از ظرف ما شرک نیست؟ آیا پیامبر مشرک نیست؟ رسول الله سلام رفته کنار قبر آمنه گریه کرده؟ بله. خب این گریه کردن، حالا ما فرض رو بر این بگیریم که این روایت صحیح باشه آیه کاوه، بعد جناب آل مالی تصحیح کرده. نگاه کنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر حالا به فرض این که این روایت صحیح باشد، گریه کردنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن سر قبر مادرشون حالا گریه کردن یا متأثر شدن از این که مادرشون با کفر از دنیا رفته، این که با قبر سر قبر رفتنی که در واقع آخوندها و روایت هایی که بر اساس اون درست کردن مردم فرا میخونن خیلی متفاوته. رسول الله که نرفته که، چه فرقی داره؟ رسول الله نرفته اونجا از مگه رفته که از مادرش طلب حاجت کنه علیاذ بالله، یا رفته که رسول الله برای فرزندش ابراهیم هم گریه کردن، گریه رسول الله برای فرزندش ابراهیم هم متأثر شدند و اشک ریختن. اما آیا رسول الله رفتن سر قبر حالا مادرشون اگر این صحیح باشه به سر و سینه بزنند و نوحه بخونند و آی تو کجا رفتی، آی چه شد، آی مصیبت ها رو بیاد این چیزهای جاهلی؟ اصلا همچین چیزی نیست. گریه کردن خالی و اشک ریختن خالی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرزندش ابراهیم هم در حقیقت این کارو کرد، یعنی اشک ریختن رسول، این طبیعی است، هر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یک بشر است. اما آنچه که خلاف
دستور الهی باشه یا خلاف اون چیزی باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو به اون دستور دادن، رسول الله این کارو نکردن و فرمودن لیس من نامن شق الجیوب یا من ضرب لتم علی الخدود و شق الجیوب و دعا به دعوت الجاهلیه، اونی که به سر و سینه میزنه، اونی که گریبان پاره میکنه، اونی که اعمال جاهلیت رو انجام میده، این اصلا از ما نیست و رسول الله صلی الله علیه از این کار در واقع من کردم. ما در واقع میریم یک کلیپ ایزان بیننده نگاه کنیم و اون این که چگونه تزویرگران دین و دکانداران دینی در واقع و اونهایی که به نام اهل بیت در واقع در پوشش اهل بیت بازی میکنن با احساسات مردم، با عواطف مردم، این کلیپ رو میبینیم و برمیگردیم خدمت. روزه امام حسین خیلی مهمه، روزه امام حسین خیلی مهمه. ای خدا این روز رو ببینیم. پسر فاطمه زهرا پرده کعبه رو میگیره. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدایا دیگه من مضطرم، اذن ظهور به من بده، بذار برگردم. صدا میاد یا مهدی اخرج، خروج کن. تا حالا پرده کعبه رو گرفته بود، وقتی اذن خروج میاد پشتشو میکنه به دیوار کعبه، پنج تا جمله میگه: الا یا اهل العالم انا المهدی انا الغالب، الا یا اهل العالم انا المنتقم، نمیشناسنش. الا یا اهل العالم ان جدی الحسن، خودشو که میخواد معرفی کنه با حسین معرفی میکنه. بعد چی میگه؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسن قتلوه عطشانا، سلبوه و اوریانا، ترهوه و ادوانا با نعل تازه. آغاز قیام امام زمانم روزه حسینه. یه جای دیگه هم هست روزه حسین شروع کننده است. محشر، محشر. من این روزه رو همه جا نمیخونم، بلا هم نداشتم روزه بخونم، به جدم بخواستم با السلام علیه یا ابا عبدالله واگذار کنم به آل بریفت. من اهل بازارگرمی هم نیستم، چون احساس میکنم اهل بیت به یه حرفا نیاز ندارم، ولی نمیدونم گره به کار کی خورده که مسیر رو داره عوض میکنه. تو هم فرصت و مغتنم بشمو، از مسیری که پیش اومده خودتو بنداز تو دریای رحمت حسین. یه نگاه که میکنه حر رو نجات میده، یه نگاه که میکنه مرده زنده میکنه. محشر میشه، محشر. خب تو محشر چه اتفاقی میفته؟ تو محشر بناس فاطمه زهرا شفاعت کنه. به فاطمه از بطنان عرش بگن که ما وعده کرده بودیم در دنیا که تو اگه میخوای شفاعت کنی پای شفاعتت پایس. خب شفاعت رو شروع کن. به حضرت حق عرض بکنه که خدایا من از تو اینجا یک خواسته دارم قبل از شفاعت. چه خواسته داری؟ یا امت الله، ای کنیز خدا چه خواسته ای داری؟ خدایا من وقتی از دار دنیا رفتم جوان بودم، بچه هام کوچیک بودم، دلم برای بچه هام تنگ. یا
یه بار دیگه بچه هامو ببینید در کنارش، نگاه میکنه قد و قواره امام حسن مجتبی، و بعد یک شبح. شبح یعنی یه موجودی که مبهمه، واضح نیست. یه موجود مبهمی رو در راستای عرش میبینه، واضح نیست، میبینه که سر در بدن میبینه، میبینه که بدنش قطعه، ولی واضح نیست. دیگر این حسینته، به سینه میکوبه، بنایا قتلو و ما عرفو. آنچه که زانو بیننده در این کلیپ دیدیم در واقع یک ترفندیه، حالا برای بازی با عواطف و احساسات مردم، و در حقیقت خود حالا تفکر آخوندها یا قلات شیعه و روافض و صفویها مبتنیه، یعنی این راه و روش یا این ایدئولوژی مبتنیه بر احساس پروریه، عواطف پروری هست. اینکه آقا احساسات و عواطف را زنده کردن و حس انتقام جویی و کینه جویی ایجاد کردن، اون هم برای چی؟ برای انتقام گرفتن از امت اسلامی، برای اینکه امت اسلامی در واقع به اهل سنت و جماعت رو قاتلان حسین، البته به جفا، به اصلا به دروغ اونها رو جلوه دادن، اینکه اینها قاتلان حسینند و باید از اونها انتقام بگیریم و امام زمان میاد انتقام بگیره. و چگونه روایت هایی که اصلا ساختن روایت ها در اینکه در قیامت چنین و چنان میشه و فاطمه رضی الله تعالی عنها میاد و یک چهره میاد که اونو نمیشناسه و میگن این کیه، و این همه افسانه سرایی ها و این همه قصه درست کردن ها و خیال پردازی ها برای چی؟ آیا این در واقع یعنی چرا که ایزان بیننده زمانی که چیزهایی که توسط اینها تحویل مردم داده میشه روایت های ساختگی و خرافاتی هست که با عقل آدمی جور در نمیاد، یعنی انسان دقت بکنه در این روایت هایی که امثال کلینی و مجلسی و اینها میارند و اصلا معلوم هست که روایت های ساختگی و من در آوردیه و در تضاد با قرآن، در تضاد با احادیث صحیح نبوی، در تضاد با عقل سلیم، اصلا هم با عقل و هم با نقل و هم با راه و روش و منش اهل بیت کرام و هم با، یعنی با هیچ قاعده ای جور در نمیاد اصلا. برای اینه که از احساسات و عواطف مردم در واقع و عوام شیعه استفاده میشه، برای اینکه مقوله معروف هست که میگه جوش که آمد هوش میره. زمانی که شما احساساتی شدی و عاطفه بر شما غلبه کرد، دیگه اصلا نمیدونی چی داری میشنوی، چه دارن میگن، اصلا این چی هست، همه چیز رو با احساسات و با عواطف در واقع نگاه میکنی و اینها سوء استفاده میکنند از احساسات و عواطف مردم. در حالی که ایزان بیننده، ما در واقع کلیپ داریم، کلیپ نشونتون میدیم که حتی خود مراجع شیعه و برخی از آخوندهای شیعه در واقع این صراحت رو داشتن و این جرأت رو داشتن که به این اعتراف کنند که اونهایی که حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما رو به کوفه فراخوندند و این همه نامه به حسین نوشتند و اینکه بیا امام ما بشو و بیا تا ما با تو بیعت بکنیم و تو پیشوای ما باشی، این همه در واقع
سنگ حسین را به سینه زدن و حسین را فراخوندن، همینها کسانی بودند که به حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه پشت پا زدن، همینها حسین را فراخوندن به کوفه، همینها خیانت به حسین کردن، همینها شوریدن بر حسین رضی الله تعالی عنه و گل خوشبوی مصطفی و سرور جوانان اهل بهشت و به شهادت رسوندن. و این در واقع در حرف بنده نیست، در روایت هایی که خودشون در واقع میارن از سخنان حسین رضی الله تعالی عنه که شما منو دعوت کردید و منو کشتید و منو دعوت کردید تا منو بکشید، نه اینکه در واقع با من بیعت بکنید. تلک امتون قد، اما آیا این در فرهنگ اصلا در دین ما نیست، در عقیده و باور ما نیست؟ کتاب الهی ما رو به این فرا نخونده، سنت نبوی ما رو به این فرا نخونده، راه و روش پیامبر این نبوده، راه و روش صحابه و یاران این گونه نبوده، چون که تربیت یافتگان مکتب نبوی بودن، راه و روش و عقیده و باور اهل بیت هم این نبوده، چون که اونها پرورش یافتگان مکتب نبوی هستن. که آقا چون فلانی ها به اسم خودشون رو شیعیان علی رضی الله تعالی عنه معرفی کرده بودن، در واقع سبعی هایی بودن که تغذیه شده بودن با افکار عبدالله ابن سبعی یهودی و به علی رضی الله تعالی عنه خیانت کردن، به حسن رضی الله تعالی عنه خیانت کردن و دوباره به حسین رضی الله تعالی عنه باز هم خیانت کردن و اونو به قتلش رسوند. ما هیچگاه ما نمیگیم که آقا چون هزار و اندی سال پیش یک گروه غالی در واقع و یک گروهی که مدعیان شیعه علی بودن در واقع و خیانت کردن و فرزند علی مرتضی و نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم و جگرگوشی رسول الله به شهادت رسوندن، حالا ما بیاییم و ادبیات انتقامجویی را بندازیم که الان هر که اسم شیعه هست باید از روی زمین برداشته بشه. چرا؟ چون که شیعیان نقش اول رو داشتن در قتل امام حسین رضی الله تعالی عنه، اونایی که مدعی شیعه بودن در واقع. این اصلا جزو این کتاب مخالف با کتاب الهی است اصلا. یا عمر رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق شهید محراب، انیشون اولین شهید محراب امیرالمومنین عمر رضی الله تعالی عنه، چون یک مجوسی که از سرزمین فارس بود، ایران بود، در واقع اون خبیث مجوسی اومد و عمر رضی الله تعالی عنه رو ترور کرد و شهیدش کرد. ما هر چه نسل فارسی هست یا ایرانی هست بیاییم آقا از ثعر و للعمر راه بندازیم، هرچه ایرانی جماعت هست و هرچه فارس هست و هرچه حالا سلالش میرسه در واقع به ابو لؤلؤ مجوسی، ما بیاییم و اونها را بکشیم، از اونها انتقام بگیریم. یا حتی در مورد علی رضی الله تعالی عنه، ابن ملجم مرادی که قبلش از شیعیان علی بود و بعدا جزو خوارج شد و شورید بر علی رضی الله تعالی عنه و علی رو به شهادت رسوند، آیا این عاقلانه هست که ما بگیم دیگه هرچه ایل و تبار و نوه و نتیجه و نسل ابن ملجمه تمام ما با پاکسازیشون بکنیم، چون که علی رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رسونده؟ اصلا اگه اینجوری باشه که دنیا همش میشه انتقام جویی، در واقع اصلا آرامشی در دنیا ما نخواهیم دید، چون در طول تاریخ ما نگاه بکنیم هزار بیننده، ملت های زیادی با هم درگیر شدن، ما جنگ های جهانی داشتیم که در این جنگ ها چقدر انسان کشته شده. اگر اون کینه های گذشته دوباره بمونه و زنده بشه و هر کشوری بخواد از کشور دیگه انتقام بگیره و این حس انتقام جویی باشه، در واقع دنیا تبدیل به ویرانی خواهد شد. اما برخی
تجارت میکنن با خون حسین رضی الله تعالی عنه، اونهایی که در واقع خیانت کردن به حسین رضی الله تعالی عنه یا ادعای شیعه علی رو داشتن، این افکار اونها سبعی ها راه انداختن و در واقع چوبش رو تا الان امت اسلامی داره میخوره. به نام حسین کینه توزی داره راه میفته. یعنی زمانی که اسم حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه میاد، اسم حسین رضی الله تعالی عنه و مکتب حسین مصادف شده با کینه جویی، با انتقام گیری، با قتل و کشتار، با اینکه هر که اهل سنت و جماعت و سنی هست یا امت اسلامی اینها مستحق قتلن، ما باید در واقع آقا مگه حسین استناد داده به شما؟ مگه حسین رضی الله تعالی عنه امضا داده به شما؟ مگه حسین شما را وکیل خون خودش کرده رضی الله تعالی عنه؟ حتی علی رضی الله تعالی عنه در مورد ابن ملجم دستور دار که نوه و نتیجه و همه رو از دم تیغ بگذرونید، چون ابن ملجم منو این کارو با من در واقع کرد. و باور کنید تمام این افسانه ها رو اونهایی ساختند که دشمنان قسم خورده امت اسلامی بوده. و اونگونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه، تمام زنادقه و دشمنانی که میخواستن حقد و کینه نسبت به امت اسلامی داشتن، اومدن در لباس تشیع در اومدن اون زمان و هدفشون فقط ایجاد تفرقه در میان امت بود و هدفشون فقط ایجاد فتنه و از داخل مانند خوره به جون امت افتادن بود. متاسفانه بیننده پشت خط هست، آیه حمید بفرمید از ایران. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشی، تشکر. بفرمایید. زنده باشی. آقای طاهری اول تشکر می‌کنم از شما بابت کلیپ بسیار لایک کردید. ان شاءالله خداوند بهتون بدانه که دل ما رو هوایی کردید و چشمای ما رو کرد. اما در مورد مطالبی که فرمودید جناب آقای شما، آقای حمید مشکل شما هم اینه که شما در واقع با این روزخونی ها و دین رو در این روزخونی ها و این با عاطفه بازی کردن در واقع فهمیدید. از اهل بیت فقط همینو فهمیدید و هر اون چی که در واقع از همین چیزها در واقع فکر میکنید که این مکتب اهل بیت و در واقع شما را فریب دادن. ما میگیم به نام اهل بیت. بفرمایید. بله اتفاقا من میخوام همین رو ثابت کنم که بله اتفاقا همین مکتب اهل بیت هست و شما اشتباه میکنید و متاسفانه هستید. من یک حدیث صحیح میخونم، حدیثی است که هم ذهبی تصدیق کرده، هم حاکم تصدیق کرده، هم چندی نفر دیگر از علمای شما. همین یک حدیث رو شما اگر قبول کردید یا علمی رد کردید، چون سه چهار تا حدیث دیگه هم هست در کنار این، من یه دونه شما میخونم. حدیث در مستدرک حاکم نیشابوری اومده، جناب آقای اسماعیلی عزیز، از جناب ام سلمه، ام المؤمنین ام سلمه رضوان الله تعالی علیها، ایشون میفرمایند که شب دیدم رسول خدا در بسترشون بسیار اضطراب دارن، هی بلند میشن، مینشینن، دوباره دراز میکشن و مضطرب هستن. تا اینکه دیدم رفی یدهی تربتون همراه یقبلها، دیدم در دست مبارک حضرت یک خاک سرخ رنگی است که این رو میبوسد. حدیث رو میگم ذهبی تصدیق کرده در مستدرک، حاکم هم تصدیق کرده. میپرسیدم یا رسول الله این چیست؟ ما حاضر تربت یا رسول الله. قال اخبر آیه حمید لفظ عربی حدیث رو بخونید. بله حالا آیه اسماعیل لفظش رو بخونی. قبلنی چی؟ بله و اینو پیش کنید در مستدرک میاره براتون وسیعه. اولا که احادیث مستدرک آیه حمید اسناد ضعیف زیاد داره و این احادیث ضعیف هست در واقع. و از رسول الله صلی الله علیه و آله اصلا اگه عقلا هم ما این حدیث رو نگاه کنیم اصلا نمیخونه با اون چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله در احادیث صحیح به ما گفته که رسول الله صلی الله علیه و آله بیاد یک خاکی رو ببوسه و در واقع همچین کاری بکنه یا همچین ادعایی بکنه که شما میگید. آیه حمید در واقع این از رسول الله صلی الله علیه و آله بعید هست و نمیخونه به اون چیزی که
به اون چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ما را به اون فرا خونده. آیه رضایی از اصفهان بفرمایید. آیه رضایی سلام علیکم. علیکم السلام آیه رضایی، بفرمایید. ممنون آقای اسماعیلی، ببخشید من خیلی وقت خوشبختم. معذرت میخوام که معطل شدم. به حضورتون عرض کنم که در خصوص اینکه عزاداری هایی را که از شیعیان ظهور میکنه تشبیه به اعمال جاهلیت میکنید، قرآن در سوره ممتحنه آیه 12 در این آیه شأن نزولش رو میفرمایند که وقتی این آیه بر رسول خدا در مکه نازل شد، همسر اکرمه ابن ابی جهر سوال کرد یا رسول الله این شرط هایی که در این با ما در این چیز میکنید چیه؟ حضرت فرمود که یکی از شروط این است که بر کشته هاتون، بر امواتتون مثل جاهلیتی عزاداری میکردید بر اونها ویل و نوحسرائی نکنید. و این شرطی که رسول خدا گذاشته، شما یه حدیث رو میان بر علیه شیعه ازش استناد میفرمایید، در شأن نزول این آیه مبارکه است. ممتحنه آیه 12 یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان یشرکن بالله شیئا. شما بخونیدش، من عینکام میتونم آیه رضایی. این برداشت شما در واقع این که حالا دقیقا بر علیه شما، دقیقا همون رسول الله صلی الله علیه و آله همون چیزی رو میفرمایند که ما داریم میگیم، این از اعمال جاهلیت است، چرا که در احادیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله به وضوح اینو بیان فرمودن: لیس منا من لتم الخدود و شق الجیوب و دعا به دعوت الجاهلیه. از ما نیست، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند. گذشته از اون، روایت هایی که در کتب روایی خود شما اومده و آخوندهای شما در واقع در این مورد بیان کردن، به واضح داره این امر رو بیان میکنه که اصلا اون چیزی که، اما این روایت ها از شما پنهان میشن. چرا که این در واقع تجارت کردن با عاشوراست، تجارت کردن با حسین رضی الله تعالی عنهوه، نه اینکه شما پیرو واقعی حسین باشید، منظور که این نیست. اصلا مقصود این نیست که شما فکر و عقیده و مرام و سلوک حسینی رو داشته باشید و شما و مانند حسین رضی الله تعالی عنه زندگی کنید، اصلا این نیست. الان به نام حسین داره تجارت میشه، به نام حسین داره قتل و کشتار میشه، امت اسلامی رو به خاک و خون میکشن در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان، در ایران ما. به نام حسین دارن اونهایی که خودشون رو حزب اللهی میدونن، اونهایی که خودشون رو یاران حسین میدونند، دارن به نام حسین اختلاس میکنن، دزدی میکنن، اموال عمومی رو، اموال ملت رو میچاپن، بالا میکشن. همون مراجع حتی که این همه دم از حسین میزنن، تازگی قنات الحره عراق که مستند رو در واقع درست کرده در مورد فساد مراجع در عراق که چگونه سوء استفاده میکنن از اموال عمومی و تبدیل شدن به کارتل ها و نمیدونم میلیاردر های بزرگ، چه بسا سرمایه خیلی از اونها، از شاید بعضی از اونها شاید از دولت ها هم، برخی دولت ها هم بالا باشه، یعنی ذخیره ملی برخی از کشورها، چه دم و دستگاهی که برای خودشون با اموال عمومی با سوء استفاده درست نکردن، اطرافیان خودشون رو آوردن و در واقع به نام حسین، در حالی که علی رضی الله تعالی عنه، اگر این واقعا این روش روش علی رضی الله تعالی عنه است و این مکتب مکتب علوی است که اینها ادعای اونو میکنن، کجاست راه روش علی؟ علی که علی مرتضایی که میگه من به دنیا میگه من تو را سه طلاق کردم، منو فریب نده. علی که رضی الله تعالی عنه اصلا دنیا طلب نبود، علی که رضی الله تعالی عنه برای رضای الهی، برای اجرای عدالت داشت در واقع قیام کرده بود. من این روایت ها رو برای شما میخونم چون حتی نگاه کنیم اخیراً، حتی در قضیه، حالا اخیراً قضیه که پیش من پاسخ شما رو میدم آقای رضایی، در حالا عید غدیری که در واقع خلات و آخوندها درست کردن و صفوی ها به نام عید غدیر و اینکه امامت من عند الله پیش اومد و این افسانه سرایی ها در واقع،
مقتدی صدر که در واقع خودش رهبر سپاه بدر هست، حالا در همین امسال، یعنی نگاه کنید فساد ایزان بیننده به جایی رسیده در کشوری مثل عراق با در واقع انتشار این فکر، این تفکر کینه‌جویانه، این تفکر انتقام جویانه، این تفکر و باوری که به سوی انتقام جویی و به سوی قتل و کشتار و افرادگرایی و تروریسم و فرا میخونه، به نام زمانی که نام حسین در عراق برده میشه دیگه مردم احساس امنیت نمی کنند. اسم نام حسین شده مصادف با ناامنی، مصادف با خشونت، حسین شده مظهر قتل و کشتار و جنایت و فساد و قتل عام مردم. چه چهره بدی از حسین رضی الله تعالی عنه و از اهل بیت نشون داده شده، اونهایی که خودشون رو منتسب میکنن به این بزرگواران، چه جنایت هایی دارن انجام میدن به نام حسین و به نام اهل بیت، تا جایی که صدای کسی مانند مقتدی صدر که خودش سپاه بدر تحت فرماندهی خودش از جانی ترین شبه نظامیان در عراق، که چقدر جنایت های وحشتناک در عراق اینا انجام دادن، از خراب کردن مساجد اهل سنت گرفته، از سوزاندن قرآن ها در مساجد، دفن کردن مصاحف، قتل و کشتار، و فقط افراد به جرم اینکه اسمشون ابوبکر و عمر و عثمان و خالد هست کشته میشند، سربریده میشن. به فجیع ترین، باور کنید کلیپ هایی هست که انسان نمیتونه نگاه کنه، جنایت ها به اندازه ای فجیع. پسر بچه رو میارن، پسر بچه نوجوان، فقط چون اسمش ابوبکره طرف خشاب میگیره کامل روش خالی میکنه. این چه گناهی داره؟ این چه گناهی داره اصلا؟ جنایت هایی که خود سپاه بدر انجام داده، اما این حالا برای تقیه، برای بازارگرمی، برای فریب افکار عمومی، تا بگن که آقا این ایشون حالا میخواد با فساد در کشور مبارزه بکنه. در حقیقت در حالی که خودش یکی از رؤوس فساد در عراق هست و رؤوس قتل و جنایت و کشتار. این صحبت هایی که مقتدی صدر میکنه در حالا روز عید غدیری ساختگی، میگه عذرن یا امام، این صحبتش کلا در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های عراق بیان شده و پخش شده، عذرن یا امام، داره علی رضی الله تعالی عنه رو مورد خطاب قرار میده، معذرت میخوام ای امام علی، فقط حکمت و عدلت، تو حکومت کردی و عدالت ورزیدی، و حکم شیعتو که فظلمو، اما اونهایی که سنگ شیعه بودن توی علی رو بر سینه میزنند و میگوین ما شیعه علی هستیم و میگوین ما شیعه حسینیم و میگوین ما پیروان مکتب اهل بیت هستیم، و حکم شیعتو که فظلمو، شیعه تو که مسند قدرت رسیدند ظلم و ستم کردند، زعفا را له کردن، فساد به راه انداختن. شما باور میکنی در زمان نخست وزیری نوری مالکی این فساد تو الان ادامه داره؟ تیمهای ترور خاص دانشمندان اهل سنت و نخبگان اهل سنت در عراق درست کردن، اینها تیمهای خاص ترور برای اینکه نخبگان اهل سنت، اساتید دانشگاه اهل سنت، مغزهای اهل سنت و نخبگان عراق رو که خیلی هاشون کتاب‌های فراوان داشتن، مخترع و مکتشف بودن، اصلا پروفسور بودن، دونه دونه اونها را ترور می‌کردن برای اینکه میدان رو خالی کنن به قول خودشون برای یاران حسین و محبان اهل بیت و محبان علی، برای کسانی که اصلا باور کنید اهل بیت از اونها بیزار، از کارهای اونها، از عقاید اونها، از این خرافات، از این کینه‌جویی، از این قتل و کشتار و جنایت، اما به زور میخواهند خودشون رو به اهل بیت بچسبونن. تیمهای ترور راه انداختن تا نخبگان اهل سنت رو از بین ببرن که میدان برای خودشون خالی بشه، که ما میخواهیم عدالت علوی رو اجرا کنیم، که ما میخواهیم حکومت عدل عراق رو به کجا رسوندن. الان به جایی رسیده که
رهبر سپاه بدر مقتدی صدر که خودش از رؤوس فساد و جنایته، برای اینکه دامن خودش رو پاک کنه از این چیزا میاد این حرفا رو میزنه که علی حکومت کرد، عدل کرد، اما شما به حکومت رسیدید و ظلم دارید میکنید، مردم رو دارید زیر دست و پا میکنید. باور کن در شهرهای عراق الان هست که مردم آب آشامیدنی درست ندارن بخورن، دارن آب گلالوت و آبی که پر از ویروس و بیماری هست میخورن، به انواع بیماری ها دچار شدن، فاضلاب ها، رودخانه هایی که نمیدونم لای روبی نشده و فساد. اما اونهایی که آخونده ها و مراجعی که خودشون را پیروان حسین و پیروان علی و در واقع میدونن و دارن با نام اینها تجارت میکنند، عقیده علی و حسین و اهل بیت عقیده توحیدی بوده، به قرآن ما رو فرا میخونن، به وحدانیت الله، به عبادت الله، به یکتایی ما رو فرا میخونن، اما اینها به نام علی، به نام حسین، به نام اهل بیت دارن مردم رو به قبر پرستی و مرده پرستی و خرافات و فرا میخونن. اصلا آیینی غیر از آیین حسین و علی. چقدر از شهرهای اهل سنت و مناطق روستای اهل سنت که بمباران شدن، خونه های مردم در عراق خراب شد، به زور از روستاهاشون کوچه اجباری داده شدن، برای این که ما میخواهیم محبان اهل بیتو بیاریم اینجا و عراقو دسته گلش بکنیم. بابا این تفکر کینه توزانه و این تفکر انتقام جویانه مگر میشه آبادی بیاره؟ مگر میشه اصلا آباد کنه، جایی رو بسازه، سازندگی توش باشه؟ این تفکر فقط میخواد بکشه، فقط میخواد انتقام بگیره، فقط میخواد تخریب بکنه. و این بازی با احساسات و عواطفی که اینها میکنن، حاج آقا میاد میگه که آقا برای حسین اشک بریز، تمام، تو برای حسین اشک ریختی، دیگه آخرت تضمینه، بهشت تو تضمینه. حتی میگه اگر حالت گریه هم به خودت گرفتی، باز هم تمام، تو بهشتی هستی و بهشت تو تضمینه. همون قضیه کلیساها و قرون وسطی و آمرزشنامه هایی شده که کشیش ها تو کلیسا به مردم میدادن که بیایید آقا هر بلانصفه، هر غلطی میخواید برید انجام بدید، هر جرم و جنایت و فسادی که میخواید برید انجام بدید، روزا یک شنبه بیایید که ما بهشت رو شما میفروشیم. همونه، هیچ فرقی نمیکنه. کسی که با این باورها داره تغذیه میشه که آقا تو اگه پست و مقام بدادن اختلاس بکن، پول اموال عمومی رو بالا بکش، سوء استفاده بکن، سنی و یک ضعیف رو زیر پای خودت له بکن، مخالف رو بکش، ظلم بکن، هر گونه فحشا و فساد و اینها رو انجام بده، اما یک اشکی برای حسین بریز، تمامه. تو صفای اول نماز جمعه هم بشین، یقت هم بسته باشه، انگشتر هم به دستت باشه، اسمت هم حزب اللهی باشه، ریش هم بذاری، اما اموال عمومی رو به تاراج ببری، برای خودت، برای بچه‌هات نمیدونم پاسپورت آمریکا و اروپا و اینها را داشته باشن، خودت لذت بر، به نام اهل بیت و به نام حسین. و دارن به نام اهل بیت و به نام حسین سنگ اونها را به سینه زدن و هیچیشون شبیه اونها نیست. به همون چیزهایی که صحابه کرام و یاران وفادار رسول الله را متهم میکنن که ساحت اونها و دامن اونها از اتهامات اینها، باور بکنید پاکه، خودشون آلوده شدن، خودشون به همون چیز آلوده شدن. عذرن یا امامی، آقای صدر میگه فقط حکمت و لیس به بیت کم این درهم، معذرت میخوام امام، تو حکومت کردی یک درهم تو خونت نداشتی، و حکم شیعتو که و ما کان للفقراء من درهم، شیعه تو بر عراق حکومت کردن، مردم یک درهم تو خونه شوند. نسخه عراق همون نسخه ای که تو کشور ماست، هیچ فرقی نداره. باورها، ایدئولوژی ها، فکر همونه اصلا. این نسخهش تو عراق، نسخه ای که تو کشور ما هست، که به قول حافظ ابراهیم احیا اونا لا یرحمون لا یرزقون به درهم و به الف الف ترزق الاموات، مرد زندگان ما یه درهم گیرشون نمیاد، به نون شب موندن، مرده های تو قبر داره برای اونها مزار و بارگاه و خرج های میلیاردی میشه و
طلاکاری و اینها و برای بازارگرمی، برای این که در واقع مردم خام بشن و به این خرافات ها مشغول بشن و از اونها سواری گرفته بشه، استثمار بشن، استثمار بشن. حکمت فاصلحت و حکم شیعتک فافسدوا. ای علی، تو حکومت کردی و اصلاح آوردی، اما شیعه تو حکومت کردن و همه جا را به فساد کشید. حکمت فجعلت العراق شامخا بین الامم. حکومت کردی علی، عراق را عزت دادی، اقتدار به عراق دادی در میان تمامی ملت ها و حکم شیعتو که فکان العراق خجلا بین الامم. شیعه تو اومدن حکومت کردن و عراق الان شرمساره، از شرمندگی سر به زیر شده. پایان بخش برنامه ایزان بیننده این کلیپ خواهد بود. این کلیپ رو میبینیم و اونهایی که ادعای حالا در واقع اینو میکنند که امت اسلامی را متهم به قتل حسین میکنند، به در واقع اعتراف خود مراجع و کسانی که این جرأت رو پیدا کردند که در واقع کسان خائن، اونهایی که حسین رضی الله تعالی عنه رو پشتش رو خالی کردن و اونو کشتن، در واقع اون قاتلان واقعی رو معرفی میکنن. و البته ما فرهنگمون این نیست که به انتقام جویی یا به اینها فرا بخونیم. این کلیپ رو میبینیم، پایان بخش برنامه ما خواهد بود و همه تونو به الله متعال میسپارم. بریم این کلیپ رو ببینیم. تر هدول اللي اشتركوا في قتل الحسين اما كلهم او بالمئة تسعين ثمانين منهم كانوا يصلون خلف امير المؤمنين. شمر كان من شخصيات شيعة أمير المؤمنين. شمر قتل الحسين كان يصلي وراء أمير المؤمنين، يسمع خطاباته ومواعظه. نعم، الجريمة الأولى أنهم دعوه لكي يكون إماما عليهم ومخلصهم ثم عدوا عليه فقتلوه. شوف بالقرآن الكريم الله منزل سورة اسمها سورة يوسف. أهم قضية في سورة يوسف أن إخوة يوسف كذبوا على أبوهم، قال لهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، بعدين ذبوه في البير. الحسين ما ذبوه في البير، ذبحوه. قالوا له تعال ليس لنا إمام، لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة. ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه. هذه واحدة من الجرائم الكبرى. قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو أنه نحن إذا راجعنا تاريخ الإسلام وتاريخ وقوع هذه الحادثة نجد أنها وقعت في سنة 60 من الهجرة، هذا من حيث الزمان، ووقعت في منطقة قريبة من الكوفة، هذا من حيث المكان، ووقعت بين طرفين، أحدهما ابن بنت رسول الله والطرف الآخر شيعة علي في الكوفة، هذا من حيث الأفراد. لو نظرنا إلى هذه القضية من حيث الزمان والمكان والأفراد واقعا أن الإنسان يصاب بعجب شديد. الله ما راح يعيد علينا قضية الحسين مرة ثانية ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه. الله ما راح يعيد علينا قضية الحسين مرة ثانية ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه. حتى ولو كانت وقفتي هذه ضد العراق، الحسين سلام الله عليه سعودي والذين قاتلوه عراقيين، هل من المعقول أنني أقف مع أهل الكوفة لأنهم عراقيين ضد الحسين لأنه سعودي؟ لا. فتبا لمن قتل الحسين، وتبا لمن يدعي أن من قتله سني، وتبا لمن قتل الخلفاء ويدعي بنه شيعي.